سلام برادر خاره عزیز، در خونه‌های راحت نشستین و استراحت میکنین و همینطورم لذت میبرین. امیدوار هستم از جلسه جایش ما اینجا خالی است. فقط ما در هر موقعیتی که ما قرار میگیریم از خداوند تشکر میکنیم. خدا از همه چی آگاه هست و خودش میدونه چه کاری بخواد انجام بده. امروز هم خوشحال هستم که میتونیم با نسرین با هم دیگه این عشرا رو، این مراسم عشرا رو انجام بدیم که با شما هم اینطور تو خونه های خودتون هستین. امیدوارم اصلا دیگه نون رو و شراب رو آماده کردین که بتونیم آخر بتونیم با همین عشرا رو بگیریم و همینطور این عهدی که هست با خداوند دوباره تازه کنیم. دورانهای خیلی سختی است که دنیا میگذرونه. الان چیزی که هست که خدا منو هدایت کرد به این زمان، دو عامل مهم وجود دارد که زندگی ما رو شکل میدهد و تغییر میدهد که ما نمیتونیم آن را کنترل کنیم. چیزایی هستن که از کنترل ما خارج هست. این دو عاملی وجود داره. برای اینکه بتوانیم زندگی خود را به درستی شکل دهیم، باید یاد بگیریم که با این دو عامل کنار بیاییم. این دو عامل چی هستن؟ و در مورد این میخوام امروز صحبت کنم. و نکته اصلی آینده ما ایماندارها مخصوصا این است که چگونه ما با موفقیت با این دو عامل مقابله میکنیم و این دو عامل زمان و حوادث هست. ما میدونیم که زمان رو ما هیچ موقع نمیتونیم عوض کنیم. خداست که این زمان رو گذاشته، 24 ساعت رو گذاشته، هفته 7 روز و همینطور ماهی 30 روز و همینطورم 12 ماه 1 سال. و خدا این مثل یک هدیه است که به انسان به ما بخشیده که ما در این زمان ما زندگی کنیم و خود خدا در این زمان نیست، بیرون از این زمان هست. و این خاطرم خدا میگه که یک روز برای خودش 1000 سال، 1000 سال یک روزی است. خدا ساعتی فکر نمی کنه. خدای ما خدای ابدی هست. و چیزی که مهم هست مخصوصا زمانهایی مثل امروز که چطور میتونیم مدیر امثال زندگی خودمون باشیم، چطور میتونیم وقتا رو دوری تنظیم کنیم که واقعا از این وقتی که خدا به ما بخشیده استفاده کنیم. من فکر میکنم ما این وقت رو، زمان رو اصلا ارزشش رو درست نمیدونیم. ما فکر میکنیم همه چی عالی، همه چی خوب پیش خواهد رفت، یا به هر حال فکر میکنیم زمانهایی هستن که میگذارونیم و زمانی مشخص میشه، زمانی که ارزش میتونیم ارزش زمان رو بفهمیم، زمانی هست که مثال میگم یه خبر خطری میاد، یک چیزی هست که مثالی که مثال مشخص میشه که تو مریض هستی و دکترها گفتن سرطان داری، یهو میبینی که این زمانی که تو فکر میکردی الان میتونی زندگی کنیم چقدر الان محدود میشه. الان ارزش این زمان رو میفهمی و متوجه میشی که زمان یک هدیه هست، یه بخشی هست که خداوند به ما بخشیده که بتونیم در اون نه فقط زندگی کنیم بلکه از این زمان استفاده کنیم. به این خاطرم در افسوسیان باب 5 اینجا که نوشته که از این زمان استفاده کنیم که زمان شریر است. پس ما الان مخصوصا در یک زمانی هم که زندگی میکنیم باید ببینیم که چطور بتونیم از این وقت استفاده کنیم، وقتمون بی خودی تلف نکنیم برای چیزهای دیگه. ما وقتی باید داشته باشیم برای استراحت، وقتی باید داشته باشیم برای کلام، وقتی باید داشته باشیم برای تفریح. و فقط ما باید یاد بگیریم با این وقتها چطور باید رفتار کنیم. و این فیضی هست که خداوند به ما این امکانات رو میده و ما باید بیشتر سعی کنیم ارزش وقت رو بفهمیم عزیزان. بعضی وقت هست که ما
صبح بیدار میشیم و تمام روز همینطور میگذرونه، شب میتونیم بگیم اصلا چه کاری کردم، مثل اینکه از همه چی رفت و بدون معنی. و معمولا ما اینطوری هم حساب میکنیم، ما فکر میکنیم الان زمانی که کارهایی که کردیم آخر شب ما میتونیم بگیم آها از این وقت استفاده کردم، الان کارهایی کردم. مهم اینه که چه کارهایی کردیم. ما میتونیم حتی با این وقت هم استفاده کنیم، بریم مثلا میگم یکم گندش میکنم تو گناه زندگی کنیم، از این وقت اینطوری استفاده کنیم. فقط مهم اینه که بدونیم که چطور مخصوصا این زمان رو میشه استفاده کرد. دومین عاملی که گفتم حوادث هست، و اینم یه چیزی هست که ما هیچ موقع کنترل رو نمیتونیم، یعنی یه کنترل نمیتونیم داشته باشیم. اتفاقاتی که در این دنیا میفته، معمولا انسان دوست داره راحتی رو دوست داره، استراحت رو دوست داره، دوست داره آزاد باشه، هر چیزی که ما دوست داریم انجام بدیم. و همینطور هم انسان هم احساس امنیت میکنه زمانی که چیزهایی که در دستش زیر کنترل خودشه. و زمانی که یکی از این بخشا به هم بخوره، دیگه مثل اینکه زندگی تو دوباره یک از این نظم میفته، دوباره ناراحتی به وجود میاد، دیگه سردرگمی میفته. الان در این دنیایی که نگاه میکنیم، تقریبا مخصوصا که آلمان رو نگاه میکنیم، آلمان یک کشوری بود که همه چیز زیر کنترلش بود، از طریق اقتصاد، از طریق علم، دانش، همه قسمت ها همه چی عالی بود. مثل اینکه واقعا اینجا یک چیزی داشتن که میگیم آلمانی میگه میه کان نیتس پاسیان، به من هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. معمولا ما اینطوری هم فکر میکنیم. الان که شما اونجا نشستین فکر میکنیم یه چیزی مثل اینکه چیز ابدی، هیچ اتفاقی در تو نخواهد افتاد. الان این ویروس هایی که شنیدیم، الان مواظب شدیم، الان میبینیم که آها یه چیزی هست، یه خطری هست که نمیتونیم کنترل کنیم. و آلمان هم الان توی این مشکل قرار گرفته، الان نمیتونه چه کاری باید انجام بده. و اینجاست که زمانی که یکی از این شروع میکنه به لرزیدن، دیگه زندگیمون از این کنترل میاد بیرون، دیگه ما نمیتونیم دستمون بگیریم. الان دنیا در این حال افتاده، یک بحرانی که میاد مثل الان بحران ویروس و بحرانهای دیگه هم هستن، زلزله هست، نمیدونم اتفاقاتی، خبرهای بد، تلفن زنگ میزنه، تلفن رو ور میداری میبینی که یه برادر، یه خواهری یا از اعضای خانواده مریض شده، تصادف داری، اتفاقی هست دیگه. از اون موقع دیگه این چیزی نیست که بتونی کنترل داشته باشی. و مخصوصا زمانی که تو یک بحرانی قرار میگیریم، الان هر چیزی میتونه باشه، دیگه میبینیم که اصلا فکرمون، ذهنمون، دیدمون الان یواش یواش عوض میشه. زمانی که خیلی مثال میگم، زندگیتون هم اینطور نرمال میگذارونی، برای مثلا دوست داری لباسهای قشنگی بپوشی و بری بیرون و تفریح داشته باشی، یا یه تلفنی میاد که مثلا بچه‌ت الان توی بیمارستان تصادف داری، هیچ موقع فکر نمی‌کنی الان باید چه کفشه، چه رنگ کفش باید بپوشم، چه لباسی باید بپوشم. در همون موقع همه چی فوکوس میکنه به این مشکل، دیگه همه چی رو فراموش میکنی، تمام چیزایی که فکر میکنی مهمه از بین میره. و این الان یک زمانی هست که خدا اجازه داده این اتفاقات بیفته که توی این بحران بیفتیم. و خیلی چیزایی هستن که خدا از این میخواد استفاده کنه، و مخصوصا توی مشکلات دنیا، توی طوفانها، توی این بحرانهایی که اتفاق میفته، ما واقعیت خودمون، یعنی واقعیتی که الان هست، ایجاد میکنه. چیزایی متوجه میشیم در قلب ما واقعا چیه. مثال الان ما میگیم که ما ایمان دارم، درست ایستادم و هیچ اتفاقی در من زندگی من نخواهد افتاد. یا میایم کلیسا، همه چی عالیه، خیلی خوبه، و یهو یه اتفاقی میفته، و تو این اتفاق یهو متوجه میشی که دست و پات گم میکنید، و یهو متوجه میشی یه چیزی مشکلی هست. و اونجاست که متوجه میشی چقدر الان نگران شدی. کار من چیه؟ پول من چیه؟ شاید الان کار رو تازه پیدا کردم، الان از دست ندم، و الان یه بدهی دارم، الان بدهی رو چطور باید بدم، الان مشکل مالی من چی شده، بد شده. و خیلی چیزایی از شروع میکنه به تو فکرامون همینطور میچرخه، و
و زمانی که میچرخه اون موقع مشخص میشه که ایمانت اصلا کجاست، به کی تو ایمان داری و یا چقدر تو واقعا زندگی خودت رو کنترل میکنی و چقدر خدا کنترل میکنه. میدونی بعضی وقت هست که ما همینطور زمانی که این دوران سختی افتاد با زود شروع کردیم آیه ها رو پیدا کردم و مزمور 91 رو اعلام کردیم و شروع کردیم نه با من هیچ اتفاق نخواهد افتاد، فقط قسمت اول این که اینجا همیتون نشسته که در مورد این صحبت میکنی، زمانی که خدا رو مرکز زندگی تو کردی اون موقع میتونی روی وعده‌های او تکیه کنی یا حساب کنی. معمولا ما اعلام میکنیم مزمور 91، مزمور 121 رو نگاه میکنیم و مزمورهای زیادی هم هستن، یا مزمور 46 رو که موعظه هم کرده شده اونجا، فکر میکنیم الان با من هیچ اتفاق نمیفته، فقط یهو نگاه میکنیم که نگران هستی و تو سردرگمی قرار گرفتی، شبا نمیتونی بخوابی، فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، زندگی من چی میشه، خانواده هم چی میشه. اون موقع هست که مشخص میشه که ایمانت اصلا کجاست. به این خاطر خدا اجازه میده این اتفاقات بیفته، این برهانهایی بیاد در زندگی ما، شخصی ما و همینطورم در این دنیا هم که آمده که بیدار بشیم، بیاد ببینیم که واقعا حقیقتی که در ماست، یعنی واقعیتی که هست چیه. و خداوند هم همینطورم از این چیزا استفاده میکنه و فکر میکنم به اندازه کافی توی کلیسا همونم همینطور موعظه کرده شده. در پتروس هست، تو یعقوب هم نوشته، میگه که زمانی که تو مشکلات گناهگون میفتین کمال شادی کنین، چون این باعث میشه که خدا در ایمانش ما، در صبرش ما کار میکنه که آخر میگه کامل بشی و به هیچ چیزی محتاج نباشی. پس خدا این اتفاقات رو میندازه که واقعا با ما صحبت کنه و بتونه هر چیز ناخالصی هایی که در ما هست، فکرایی هست، دروغهایی هست که به خودمون میگیم بدون اینکه بدونیم، همه چی آشکار میشه. فقط توی مشکلات یک چیزی بود، فیلسوف گفته که قلبای انسان زمانی مشخص میشه توی چیه، زمانی که توی مشکلات میفتن، اونجاست که تو فشارهای عظیم، یا اونجا حتی میگفته که به گرسنگی میرسن. زمانی که یه گرسنگی یه قطعی میاد، اون موقع متوجه میشه کیا هستن که فروتن هستن، کیا هستن که شیر هستن، کیا هستن که شروع میکنن دزدیدن، کیا هستن که شروع میکنن تحمل کردن. در زمان سختی مشخص میشه در قلب تو چیه، در زبان تو قبل از اینکه گفتی هاللویا هاللویا، بعد از این یهو متوجه نه اونقدرم هاللویا نیست، اونقدر چیزی هم نیست که مثلا ثابت ایستادی و میگی که خدا با منه، من مطمئن هستم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و خدا به هر حال این چیزها رو، این اجازه رو میده که این اتفاقات توی زندگیمون میفته، توی زندگی شخصی ما میفته، و همزمان هم خدا این بوهما رو میاره توی دنیا. الان کشور ایران رو نگاه میکنیم که چهل سال پیش الان این انقلابی به وجود آمد، یک میتونیم بگیم یک مثل که انقلابی هست که یک برهان میشه گفت آمد توی کشور ایران. اون موقع دیگه بعد از اول که خیلی عالی همه چیز شروع کردن، بعد از یه مدت دیدن که نه اینطوری هم نیست و الان همه چیز توی سردرگمی قرار گرفتم و میگن که نه این چیزایی که الان قرار گرفته واقعیت نیست، به ما حیات نمیده، امنیت نمیده و احساس آزادی نمی کنن. حداقل میتونم بگم توی ایران الان که افغانستان رو که نگاه میکنم، شاید قسمت هایی که کسانی که پولدار هستن میتونن یک استراحتی راحتی بکنن، فقط آزادی از بین رفته، کنترل هم نداریم. به این خاطر انسان توی این چیز سردرگمی میفته و خدا به هر حال اینطوری اجازه میده. و تو این چند مدت هم هست که شنیدم که در مورد داوری خدا که صحبت میکنیم، خدا الان با این ویروسی که افتاده الان دنیا رو داوری میکنه. درسته، فقط بعضی هست میتونن کسانی که من میتونم بگم که این شناخت خدا رو درست ندارن
میگن که خب چطور میتونه خدا، این خدایی که محبت، اجازه بده این اتفاقاتی بیفته؟ چرا خدا اجازه میده الان این درد و رنج توی دنیا بیاد؟ و ما باید، ما ایماندارا باید باور کنیم که خدای ما خدای محبتی هست. خدا هیچ موقع دنبال این نیست که ما رو برنجونه. این فکر باید از فکرهای ما بیرون بیاد. خدای ما خدای محبتی هست و هر کاری که خداوند انجام میده از حیثیت محبت خودشه. حتی داوری هم که میکنه از محبت خودشونه. و اگر لطف کنی برای من آب بیارین خیلی خوشحال میشم. الان زمانی که عیسی مسیح خودش میگه که در یوحنا باب 3 آیه 16 میگه که خدا اونقدر انسان رو دوست داشت، یعنی دنیا رو دوست داشت، که یگانه پسرش رو فرستاد، او رو داوری کرد که ما توی داوری نیفتیم. الان چطور میتونه خدایی که الان میگیم که خدا اجازه داده اتفاقاتی بیفته، چطور خدا الان میگه که پسر یگانه خودش رو فرستاد که به وسیله مرگ و قیامت او ما توی داوری نیفتیم؟ پس باید بدونیم که اون خدا ماهیتش یا ذاتش این نیست که خرابی بیاره. از ابتدا، از اول خدا زمانی که دنیا رو خلق کرد هیچ موقع دنبال بیماری نبود، دنبال خشم نبود، دنبال نمیدونم بلاهایی روی دنیا بیاره نبود، بلکه خدا خدای ما محبت و این محبت ثابت، این محبت همون حیات جاودانی است، چون خدا خدای ابدی هست. به این خاطر زمانی که در یوحنا باب 10 آیه 10 رو میخونیم، میگه که دزد نمیآید جز از اینکه بکشه، از بین ببره. این دزده، این شریره که این اتفاقات رو به وجود میاره. مرسی. دوز نمیاد جز از خرابکاری کنه و این دنیا به هر حال زیر دست هنوز شیطانه و شیطان کارای خرابکاری های خودش رو انجام میده. فقط اینجا میگه که اما من آمدم که ایشان حیات یابم، این رو زیادتر حاصل کنن. پس خدا هیچ موقع الان نمیاد یگان پسرش رو بده که آخر بگه من دوست دارم شما رو داوری کنم. آن و نگاه کنه ببینه که خوشحال هستم افراد اینجا میمیرن. خدا میگه که حتی میگه که خدا خوشحال نیست برای یک نفری که در این دنیا میمیره. حالا نمیدونم کجا نوشته. و پس هدف خدا و انگیزه های خدا، خدا خوب است، تا ابدم خود خواهد بود موند و فکرای او فکرای عالی و خوب هستند. و اینو به اندازه کافی توی کلیسامون هم از طرف برای فیض، در مورد فیض او ما صحبت کردیم و محبت او صحبت کردیم. در این دنیا خود عیسی مسیح میگه که چی در این دنیا چی هست؟ چی هست؟ زحمت هست. اما من غلبه یافته، یعنی در این دنیا دروغ‌هایی هستند، در این دنیا شریر هست، این واقعیته، اینم واقعا هست، و فقط من غلبه یافتم. این وعده هایی هست که خداوند به ما میبخشه. تفاوت این که اتفاقاتی که توی دنیا میفته عزیزان، که اتفاق بد یا برهانایی که میفته یا هر خطری، هر چیزایی که میفته، تفاوتش با خدا یه چیزی هست. در آموس باب 3 آیه 7 اینجا نوشته: زیرا خداوند یهوه کاری نمی کند جز از اینکه سر خیش را به بندگان خود انبیا آشکار بسازد. یعنی زمانی که خدا میخواد یه کارهایی انجام بده، این زیبایی خدا، این فروتنی خدا اینجا میبینیم، خدا هیچ موقع شروع نمیکنه یه کاری انجام بده، بلکه خدا میگه که هر کاری که من میخوام انجام بدم، همین آمدن عیسی مسیح، دردهای عیسی مسیح، کجا به دنیا خواهد آمد، همه چیز اینجا پیشگویی شده. به این خاطرم همینطورم مکاشفه هم پیشگویی شده، بلاها خواهند آمد، زلزله ها خواهد آمد، این چیزهایی خواهد آمد و من دنیا رو باید داوری کنم. نه داوری کنم چون دوست دارم داوری کنم، بلکه داوری کنم که این دنیا رو نجات بدم، افراد رو نجات بدم. انگیزه و فکر خدا فرق میکنه. به این خاطر زمانی که ما میگیم، با کلیسای ما میگه، ما اعتقاد داریم این اتفاقاتی که الان افتاده پیشگویی شده، نبوت شده،
پس زمانی که نبوت شده که این کار رو خواهم کرد برای یک هدف، پس من نمیتونم الان هدف خدا رو قطع کنم، بلکه ما میتونیم از همینطور خدا رو از خداوند تشکر کنیم و از این زمان که اول صحبت کردم، از این زمان استفاده کنیم. چطور باید الان رفتار کنیم؟ چی باید انجام بدیم؟ در دوم پتروس باب 3 آیه 9 نوشته خداوند در وعده خود تغییر نمی نماید چنان که بعضی تأخیر بیپندند، بلکه الان نگاه کنین بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه بگرایند. یعنی خدا میگه که الان این وعده هایی که داده، خدا این وعده هایی که داده، الان افراد میگن خب کجاست این وعده ها؟ خدا میگه که ما صبر، خدا صبر میکنه. به چه دلیلی صبر میکنه؟ به این که یک روز این دنیا هلاک نشه، بلکه همه توبه بازگشت کنن و نجات پیدا کنن. به این خاطر خدا از این چیزهایی که اتفاق میفته، از این داوری هایی که نه پشتش خشم خداست که میخواد بکشه. من فکر میکنم یک مردی، یک زنی که این ویروس رو گرفته میمیره، فکر نمیکنم خدا اینجا بی تفاوت میگه خب زلبا شولد مشکل خودته، بلکه من فکر میکنم دل خدا برای تک تک ما، تک تک افرادی هم که تو این چیز میفتن، واقعا میسوزه. فقط هدف خدا اینجا، چون خدای ما خدای خوبی است، خدای عالی است، بهترین چیز رو برای ما میخواد. و اینجا ادامه میده که خداوند کسی که هلاک گردد بلکه همه به توبه گرداند، لیکن روز خداوند چون دوز خواهد آمد. و اینجا اشاره میکنه که به این خاطر این ما باید مواظب باشیم، ما باید مواظب باشیم چطور ما زندگی میکنیم و همینطور هم این زمانها رو باید بفهمیم. بعضی چیزها هستن که خدا انجام میده ما نمیتونیم بفهمیم. عزیزان منم بعضی وقت چیزهایی که اتفاق میفته برای همه چی سوال جواب نمیتونم بدم. منم بعضی وقت نمیدونم، فقط تنها یه جایی که قرار میگیرم که نمیدونم الان چیه، فقط موقع فقط میتونم بگم که اعتماد به خدا دارم، خدا میدونه چه کاری میکنه، فقط به این اعتماد دارم. چون بعضی جاهاست که قرار میگیرم، بعضی وقت که سوال از من میکنم، منم نمیتونم جواب بدم، منم میتونم فکر میکنم اینطوری، فقط کلا نمیتونم بگم داستان تاریخی که خداوند می نویسه پشتش چه چیزایی هست، چون من آشنا شدم با اون خدای واحد، این خدای محبت، خدای رنج کشیده را آشنا شدم، نه خدای قادر متعال، بلکه این خدایی که آمد در این دنیا رنج کشید و تمام راه جهنم رو رفت که ما رو نجات بده. به این خاطر اعتماد دارم که بهترینش رو می خواد. به این خاطر خدا، کار خدا اینه که همینطور که الان خوندیم صبر میکنه. من فکر میکنم الان همین امروز عیسی مسیح بیاد، تعداد زیادی، شاید میلیاردها خواهند رفت تو جهنم. الان خدا نگاه میکنه این دنیا رو، میگه که الان همین الان بیام شاید این بلاهات برداشته بشه، فقط شاید میتونم بگم 3/4 این دنیا رو خواهد رفت تو جهنم. پس خدا صبر میکنه و نقشه های خودش رو کشیده. همون مثل یوسف که نگاه میکنیم، یوسف مردی بود که خداوند به او این وعده رو داده و چه دورانایی گذرونده. آخر ببینیم که همه چیز برای نجات کلن چیز بود، اسرائیل یا یهودیا بود، و همینطورم چیزم مصرم از این برکت هم استفاده کرد. همینطور دانیل هم که نگاه میکنیم، زندگی دانیل رو نگاه میکنیم، و خیلی افرادی هستن که توی کتاب مقدس نوشته که میبینیم که خدا چطور از این چیزا استفاده میکنه. و کار شیطان به هر حال اینه که ما رو توی گناه نگه داره، ما رو کور کنه، ما رو کر کنه که انجیل رو باور نکنیم. در دوم قرنتیان باب 4 آیه 4 اینجا میگه لیکن اگر بشارت ما مخفی هست، بر هالکان مخفی هست که در
ایشان خدای این جهان فهمای بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. این شیطانه که این چشما قلبای ایشان را بسته است که به عیسی مسیح ایمان نیارند. الان خدا نمیتونه بی تفاوت داره به عیسی میگه باشه اوکی من صبر میکنم، باشه اوکی صبر میکنم تا آخر همه بمیرن و برن. نه، خدا باید یک حرکتی انجام بده، یک کاری باید انجام بده که این چشمای این کوری ایشان رو، کوری این دنیا رو باز کنه که واقعا ایمان بیارن به عیسی مسیح، نجات پیدا کنن. با این انگیزه خدا حرکت میکنه. به این خاطر خدا از همه، مخصوصا از چیزای شریر رو استفاده میکنه برای چیزای خوب. و به این خدا، ما به این خدایی باید اعتماد کنیم که او بهترینشو میخواد. خدا دوست نداره ما رنج بکشیم. نمیتونه تو فکر من بره که خدا عیسی مسیح میاد در این دنیا شفا میده، نجات بده، مرده را زندگی میکنه، آخر میگیم که خدای ما خدایی هست که مثلا دوست داره یه کاری بدی انجام بده. خدای ما هر جایی که الان هست میخواد خوبی کنه، همون داوریه خودش هم که میاره برای خوبیه، برای نجات این دنیاست. و من و ما باید عنوان ایماندارا باید باور کنیم که خدا کنترل رو به دستش گرفته. عزیزان، من نمیتونم زندگی خودم رو کنترل کنم. الان 69 سالمه، من میتونم بگم سالم هستم، خدا رو شکر. من نمیدونم فردا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یه همسایه‌ای که الان ما داریم اونجا، دیروز شنیدم فوت کرده، مرده، نه به خاطر کرونا، یه بیماری دیگه داشت. دائما اونجا میشنویم چیزایی هست، اتفاقاتی میفته، یه خبرهای بدی میاد. بعضی وقت با نسیم که تلویزیون اخبار رو نگاه میکنیم یا چیزهایی نگاه میکنیم، میبینیم که چه بلاهایی در این دنیا است. در یک روز میتونه تمام خانواده به هم بریزه. همون این چیزی که این تصادفی که با این هواپیما تقریبا چند ماه پیش بود، 2 ماه 3 ماه پیش بود که اتفاق افتاد، چند نفر مردن، چند تا خانواده های از بین رفتن، اصلا محو شدن. درده. من فکر نمی کنم زمانی که تصور می کردم که این افراد الان آمدن ایران خانوادهشو ببینن و همینطور هم چقدر خوش گذشت و با این ایمان و با یک امید برمی گردم به کانادا، یهو از یک ثانیه به یک ثانیه همه چی تمام شده. این درد ماست و هیچ موقع هیچ کسی نمی تونه کنترل کنه. زمانی که این بحران ها میاد، خبرهای میاد، هر روز میتونه اتفاق بیفته. اگر تو فکر میکنی تو میتونی زندگی خودت رو کنترل کنی، به تو میگم که باختی. هیچ موقع نمیتونی کنترل کنی. به این خاطر اینجاست که واقعا ما باید بدونیم که من که کنترل نمی کنم، پس اگر من نمیتونم کنترل کنم، پس زندگی خودم رو زیر کدوم قدرتی میذارم، کدوم خدایی میذارم که او کنترل کنه منو، که بزرگتر و بالاتر از همه چی هست، که اسمش عیسی مسیح، اون خدای قادر متعال. اینجاست که زمانی که میذارم اونجا، که میتونم اونجا شبها بخوابم، استراحت کنم، هر چیزایی که در زندگیمون میفته. اگر موافق هستی میتونی تو خونه های خودتون هستین آمین بگین. پس خدا چیزای منفی رو ور میداره و همه چی رو مثبت میکنه. و الان فکرم نکنیم که الان دنیا کنترل رو به دست آورده. الان خدا، الان دنیاست که کنترل می‌کنه. سیاست مداران، نمیدونم ترامپ چی میکنه، اردوغان چی میکنه، نمیدونم پوتین چی میکنه، چه کارهایی میکنن. ما نمیفهمیم پشت پرده چه برنامه‌ریزی هایی هست که میچینن، چه چیزایی از انجام میدن. ما اصلا خبر نداریم. ما مثل چی میگن، عروسک هایی هستیم در این دنیا. ما، منظور من دنیا، ما خدا رو شکر عروسک های این دنیا نیستیم. ما متعلق به عیسی مسیح هستیم. آمین. و جالب اینه که زمانی که اینو اینجا هم دوباره میتونیم استراحت کنیم در این چیز، در این آیه، در اول قرنتیان باب 2 آیه 8 میگه بلکه حکمت پنهان خدا را در سری بیان می‌کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از آغاز زمان برای جلال ما مقرر فرموده است. اما الان نسی اینجا می بود می گفت که چی؟ اما
هیچ یک، بگین هیچ یک، از حکمرانان، از حکمران عصر حاضر این حکمت رو درک نکردند. زیرا اگر آن را درک کرده بودند خداوند جلال رو مصلوب نمی کردند. موهای تنم واقعا سیخ میشه. میگه که تمام این دنیا، تمام این سیاستمداران همه آمدن اونجا، فهم خدا رو، اصلا نقشه خدا رو نمی فهمن. خیلی بازا بالاتر از این که فکر میکنن، اون نقشه هایی برای خودشون میکشن. همینطور در مزمور دو هم اونجا نوشته، جمع میشن که یه کاری انجام بدن. خدا میگه که از آسمون نگاه میکنه، چی میخونه؟ میخنده. مسخره نمیکنه، میخنده، میگه چی کاری، چی فکر میکنی، چه چیزی انجام میدی. میگه که اگه واقعا میدونستن، با نقشه های من آشنا میبودن، هیچ موقع عیسی مسیح رو مصلوب نمیکردن. چون نمیدونستن و فکر کردن الان کار خودش رو انجام میدن، نقشه خودش رو انجام میدن و خدا با ایشان تقریبا مثل یه شطرنجی بازی کرد و آخر گفتن که الان رو بکشیم، از ببریم. و همون کشتن او باعث شده که خدا به وسیله این کار منفی شرورانن اونها، خدا دنیا رو نجات داد و ما رو. به این خاطر میتونیم اونجا استراحت کنیم. اما هیچی که دوباره میخونم، هیچی که از حکیمان، حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک نکردن، زیرا اگر آن را درک کرده بودند خدای جلال را مصلوب نمیگردن. چنان که آماده است، آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. این نقشه خداست عزیزان برای ما. به این باید اعتماد کنیم، با این خدا باید اعتماد کنیم که میدونیم که الان پوتین و نمیدونم ترامپ، چقدر ترامپ خوبه، چقدر بده، چقدر چیزه. من میگم که نمیدونم، من برای دعا میکنم که اراده تو انجام بشه در این دنیا. بعضی وقت ترامپ هم چیزای کارهای خیلی خوبی هم کرده، مخصوصا در مورد ایمان، در مورد اورشلیم، در مورد کشور اسرائیل. فقط چند تا چیزایی هست که انجام میده که واقعا برای دنیا احمقانه هم هست. فقط به هر حال خداست. خدا میگه که من هستم که سیاستمدارا رو بلند میکنم، من هستم دوباره میندازم، من هستم حکومت میکنم. به این خاطر طبق اراده و نقشه های خودش این کار رو انجام میده. من سه هفته پیش بود این قسمت رو گفتم که الان مهم اینه که عزیزان ما بیاییم زیر تسلط روح القدس، یعنی کنترل خودمون رو باید به خداوند بدیم. و اگه کنترل به خداوند ندیم، اگه خودمون بخوایم کنترل کنیم، از این آرامش بیرون میاییم و شروع میکنیم زندگی خودمون رو تشکیل بدیم. و در آخرین آیه رو که میخوام بخونم، قبل از این یک ماه پیش هم اینجا گفته بودم، در دوم قرنتیان باب 6 اینجا میگه که عدالت را با گناه چه رفتاری داره. میگه که بیایم بیرون از این دنیا، از این سیستم این دنیا. و همینطور هم آیه آخرین آیه رو برای شما میخونم، در مکاشفه باب 18 آیه 4 اینجا میگه که الان در مورد زمان آخر صحبت میکنه، این نبوتی است که خداوند صحبت میکنه. آنگاه صدای دیگه از آسمان شنیدم که گفته ای قوم من، ای کلیسای آلفا مگا، از میان ایشان بیرون آیید، مبادا شریک گناه های ایشان شوید، مبادا سهمی از بلاهای او به شما رسد. بیرون بیای، ما باید خودمون رو جدا کنیم. من آخر میخوام بگم عزیزان، مهم اینه که این قرنطینه که آمده، من مطمئن هستم این قرنطینه برای دنیا اینه که توبه کنن، بازگشت کنن، به خداوند ایمان بیارن. اینو مطمئن هستم. و همینطورم قرنطینه برای کلیساست، برای خانه خداست، که اینجاست که خداوند ما رو اینجا گذاشته که زندگی خودمون رو با خدا درست کنیم، دوباره مسیح بیاد زندگی مرکز زندگی ما و شروع کنیم تفتیش کردن، شروع کنیم به جستجو کردن چه چیزایی، چه عیبهایی، چه چیزایی در من هست که باید عوض بشه. اگر عیسی مسیح مرکز زندگی تو نیست، الان دوباره برگردیم به مرکز، یعنی بدونین که تو حاکم، تو کنترل زندگی منو داری و میخوام اینا فقط اطاعت کنم و همینطورم خودمون رو تفتیش کنم، خودمون رو درست کنم. به این خاطر ما این هفته هم این دعای روزه و
زمان روزه و دعا رو گذاشتیم که تمام بچه ها، تمام برادر خواهر ها کنار بکشیم، خودمون رو تفتیش کنیم. و مطمئن هستم، یعنی این چیز منه، فکر منه، شاید فکرش ما فرق میکنه. من فکر میکنم این بلاهایی که الان آمده روی دنیا، که دنیا بیان توبه کنن، بازگشت کنن، برای ما اینه که خدا میگه که کلیساها شما را خودتون رو آماده کنین، من میخوام بیداری بیارم. همزمان که الان اینجا اتفاقات منفی میفته، من میخوام کلیسای خودم رو بلند کنم. و این بلند کردن از اون موقع هست که ما شروع میکنیم مسیر رو مرکز زندگیمون بکنیم، تفتیش کنیم، هر ناخالصی ها رو بگذاریم کنار. بعد از این روح خدا خواهد آمد. الان یک زمانی است که خدا میخواد کلیسای خودت رو بیدار کنه، اشتیاق رو بذاره که بتونیم اراده خدا رو در این زمان آخر انجام بدیم. خیلی عالی میشه که در این قسمت، توی این یک هفتم که هستین، واقعا فکر کنید چقدر کنترل رو در دست شماست، چقدر دنبال آزادی های خودتون هستین. اینو به خداوند بدین، توکل به او کنیم، آرامش خواهد آمد، آزادی خواهد آمد، و اون موقع بیداری برای چون و همینطورم برای کلیسامون. با هم الان دعا کنیم و بعد از اینم وقتم میذاریم برای عشا. خداوند تشکر میکنیم که خداوند هر که به تو تعلق داره، خداوند هر چه به تو ایمان و اعتماد داره، خداوند واقعا وارد خداوند آرامگاه تو میشیم. خداوند اونجاست که مزمور 46 میگه که خداوند اگر طوفانایی هست، از بادهایی هست، اگر خداوند برهانایی میاد، خداوند نمی لرزم چون خدا در میان ماست، میان من هست. خداوند خواهش میکنم ما را هدایت کن، مخصوصا در این هفته که ما در روزه و دعا هستیم. هدایت کن خداوند که واقعا خودمون رو تفتیش کنیم. خداوند دوباره تو رو برگردونیم به جای اصلی تو، که جایی که جای تو خداوند، و اعتماد کنیم خداوند پول ما، آینده ما، نقشه های ما، آرزوی ما، همه چی در دستای توست. نمیخوایم دخالت کنیم، بلکه میخوایم در تو، در کار تو استراحت کنیم، و همینطور هم خودمون رو آماده کنیم برای بیداری که برای من و برای ما خواهی آورد. تشکر میکنیم خداوند، تو این کلام رو مبارک بساز، با قلبای تک تک این عزیزانم صحبت کن. در نام عیسی مسیح، آمین و آمین.